سلام و درود بر بینندگان عزیز تلویزیون پارس. با امید و آرزوی بهترین ها برای تمام عزیزان، ملت عزیز و بزرگ ایران، و اینکه امیدوارم که همگی شما در سلامتی و خوشی و خوبی زندگی کنین و روزگار خوبی داشته باشین. بسیار بسیار متاسفم که ما با گروهی در ایران الان درگیریم، ملت ایران درگیره، که واقعا نه انصاف داره، نه رحم داره، نه مروت داره، و به هیچ وجه فکر نمی کنه که این ملت باید زندگی کنن. تمام مردم دنیا به بهترین وضعی، نه همه به بهترین، ولی به هر حال به نظر من بهتر از مردم ایران زندگی می کنن. آرزو می کنم که آزادی و رهایی از ظلم و ستم در ایران هر چه زودتر انجام بشه. از اون کسانی که واقعا آدم میکشن یا آدم ها رو زندان میکنن، شما یادتون باشه هیچ ظلمی برقرار و تا ابد نمیمونه، و مطمئنا بدون که گرفتار خود شما هم خواهین شد یه روز روزگاری، و این درگیری که برای شما خواهد اومد، نسل های بعد شما خجالت میشن که بگن اینا پدر بزرگا و مادر بزرگا ما بودن. به هر حال آرزو میکنم که این گرفتاری هایی که مردم دارن، گرفتاری سلامتی، گرفتاری های زندگی، معیشتشون، برق و آب و گاز و بنزین و همه این چیزا که در تمام دنیا چیز حق مسلم هر کسیه که داشته باشه، آب خوردن برای آب زندگی، نون، مردم واقعا این ملت هرگز نداشته یه اینجور چیزایی، و با توجه به این همه ثروتی که در ملت برای کشور ایران وجود داره، بسیار خجالت آوره که یک مشت آدمی که نه این کارن نه حکومت بلدن دارن این ظلم و بیرحمی رو در حق ملت ایران انجام میدن. به هر حال آرزو میکنم که همگی در صلح و صفا زندگی کنین و در یه زمانی باشه که آزادی باشه، و همینطور که بارها بسیاری از ما آرزو کردیم که قبل از مرگ میتونیم یک بار دیگه بیایم کشور عزیزمون، ملت عزیزی که همیشه به بهترین نحو ممکن با همه ملت ها زندگی کرده، با همه گروه ها زندگی کرده، بازم بتونیم بیایم با اونا زندگی کنیم. برای این برنامه پزشکی شما عزیزانه، و برای اینه که هر سوالی چیزی اگه داشته باشین، و اگه من این بلد باشم و این افتخار داشته باشم که هر چیزی که شما لازم داشتید رو من در خدمتتون بگم و اون چیزایی که لازمه. یکی از چیزایی که من امروز تصمیم گرفتم که صحبت کنم به خاطر اینه که یکی از بزرگان عزیز ما که واقعا یکی از دانشمندان بسیار بزرگ کشور ایران، با کمال تأسف به علت یک سری داروهایی که بهش داده شده گرفتار یک یبوست وحشتناک شده، که به این یبوست واقعا تقریبا میتونم به جرات بگم که وزن بدنش از یک سوم کمتر شده الان، و بسیار بسیارم دردناکه، بسیارم درد و رنج زیادی رو این بده. به همین دلیل امروز تصمیم گرفتم که در مورد مسئله یبوست با شما صحبت کنم. ببخشید. وقتی که آدم نتونه اون چوری که دلش میخواد تخلیه کنه و مشکل داشته باشه که اینکه مدفوعی رو بخواد خارج بکنه، این یه جوریه که، و اگر به خصوص 3 دفعه در هفته نتونه تخلیه بکنه، این به صورت یبوست میشه، به خصوص اگه اینکه با زور زدن زیاد باشه، زمان زیادی رو مجبور بشه در توالت بگذرونه، یا اینکه همیشه که میره اونجا احساس کنه که کاملا تخلیه نکرده، این و همیشه احساس کنه که شکمش باد داره، شکمش گاز داره، و یه حالت بسیار بسیار ناراحت کننده ای رو داشته باشه، این معمولا معذرت میخوام
به هر حال اگر به اون صورت باشه، این آدم احساس متاسفانه خوبی رو نخواهد کرد و گرفتاری زیادی خواهد داشت. به طور کلی این در بچه ها وجود داره، خیلی خیلی در بچه ها وجود داره، در آبستنی ها وجود داره، ولی بایستی توجه داشته باشیم که خیلی در بچه ها معمولا یبوست ها بیشتره، به خاطر که خیلی وقتا دلشون نمیخواد که خیلی راحت برن و توالت بکنن. بعدم معمولا خانم ها به مراتب بیشتر از آقایون، تقریبا 2-1 این گرفتار این یبوست هستن. و آدمایی که سفید پوست نیستن معمولا بیشتر از بقیه دارن. 5 میلیون در سال معمولا آدم گرفتار این یبوست، و اینا معمولا دنبال پزشک مراجعه میکنن. تعداد افرادی که به پزشک مراجعه میکنن در حدود 5 میلیون نفره، و تعداد زیادی هم از اطفال. به طور کلی اگه وقتی نگاه بکنیم که وقتی که میخواد کسی بره مطبوع بکنه، معمولا یه دونه یه ریفلاکس، یه علامتی از بالا شروع میشه و همینطور شروع میکنه به موجایی میره پایین که بتونه این دریچه‌ای که در مقعد هست رو باز بکنه و آزاد بکنه که بتونه که بیمار تخلیه بکنه. وقتی که شما آدم که احساس میکنه که اینو داره، معمولا یه مقدار زیادی فرشر در اون قسمت تحتانی ایجاد میشه و این میتونه خیلی خیلی ایجاد کمک بزرگی بکنه. از طرف دیگه اصولا افراد مسن معمولا یبوست دارن. کسایی که تعداد زیادی دارو استفاده میکنن، کسایی که نشستن فعالیت نمیکنن، راه نمیرن، کسایی که فایبر کم میخورن و تا اونجایی که ممکنه به اندازه کافی سبزیجات و موادی که بیشتر حجم بده به این داخل روده که بتونه کار بکنه رو داره. و بعدم یکی دیگه از چیزهایی که اجداد اشغال میکنه، متاسفانه زمانی که آدم استرس زیادی داره و فشار روحی و روانی داره، معمولا یبوست پیدا میکنه. مثلا شما دیدین که بیشتر افرادی که به بیمارستان ها میرن و در بیمارستان ها حتی اگر که عمل روده‌ای هم نشده باشه، دستی هم به روده ها زده نشده باشه، چیزی نشده باشه، معمولا افراد به هر حال این گرفتاری دارن. معمولا این بیماری یبوست با چندین عامل دیگه برقرار. یکی از افرادی که اصولا از نظر روانی خیلی استیبل نیستن، کارشون درست نیست، اشکالاتی دارن، معمولا اونا کسایی که آب نمیخورن. یکی از بزرگترین گرفتاری هایی که در یبوست ها ایجاد میشه معمولا بلاست کم خوردن آبه، و این آب نخوردن موجب گرفتاری بزرگ میشه. بیماری کمکاری تیروئید، اگر کسایی که کمکاری تیروئید دارن، علائمی که بیشتر داره یکیش یبوسته، یکیش پفی بودن زیر چشم، خشک بودن پوست، حضورتون عرض کنم که و یه مقداری ریزش موه و چیزهای دیگه است، برات که حالا برای اونم امیدوارم رفت. یکی دیگه کمبود پتاسیم در خون که اونم میتونه این کارو بکنه. کسایی که کلسیم خونشون میره بالا، اونا میتونن این بیماری رو داشته باشن. و همینطور بیشتر افرادی که در این نرسینگ هوم ها زندگی میکنن، متاسفانه این افراد گرفتار یبوست هستن و این گرفتاری رو همیشه دارن. حالا برای که تشخیص ما بتونیم بدیم و واقعا بفهمیم که چطوریه، معمولا یبوست از بیشتر از سن 50 سالگی شروع میشه و اغلب اوقات زمانی که یبوست شروع میشه، چون اینکه خشکه، موقعی که داره رد میشه از داخل کلون یه خراشی میده، یه چیزی میده، معمولا یه خونریزی ایجاد میشه. ببخشید صدایی کیه که من نمیدونم، سربازی داره با هم بودی، نمیدونم مالی کیه، برای یه صدایی داره میشنم، نمیدونم مالی کجا بوده این. به هر حال شما ببخشید تلفن
آه خیلی خیلی ممنون، مرسی. سلام خدمتتون برسونید. حضورتون عرض کنم که افرادی که اصلا در کلون وقتی که این خراش که پیدا میکنه معمولا یه مقدار خون هست، منتها این خون اغلب اوقات اطراف مدفوعه، یعنی کنار است. یعنی اگر کسایی که کناره مدفوعه معمولا یا هموروئید دارن یا اینکه خراش ها داده شده، نباید خیلی وحشت کنن که چرا خون یه دفعه ریخت و یه دفعه اومد. ولی اگر خون در داخل مدفوع باشه، حالا چه روشن باشه و چه کاملا دارک باشه، حتما بایستی توجه داشته باشه. این افرادی که یبوست دارن بدون اینکه دلشون بخواد به مقدار خیلی زیادی وزن کم میکنن و این وزن کم کردن موجب گرفتاری بسیار زیادی میشه، به طوری که واقعا فقط یه پوست و استخون بیشتر نمیمونه. بعضی از افراد همینطور که عرض کردم، این عزیز ما واقعا به یه پوست و استخون تبدیل شده که بسیار بسیار گرفتاری داره. از طرف دیگه اگه کسی در خانوادهش یبوست وجود داشته، احتمال اینکه این هم یبوست بگیری بسیار بسیار زیاده، به خاطر اینکه این افراد معمولا شانس اینو دارن که بیماری IBS داشته باشن، inflammatory bowel disease داشته باشن، که بیماریه که گاهی یبوست میده و گاهی اسهال میده، شکم باد میکنه و خیلی گرفتاری دیگه ایجاد میکنه که اونم حتما باید در موردش صحبت بکنیم. بایستی در یکی دیگه از علائمی که هست، معمولا در این افراد وقتی که مدفوع میکنن، مدفوع بسیار باریک شده است، به خاطر اینکه اون اندازه که باید و شاید حجمی نتونسته که بیاد باز بکنه و بخواد راحت بخواد مدفوع به پایین بره. و از چیزهای دیگری هم که احتمالش هست که برای آدم ها ایجاد اشکال بکنه اینه که این بیماران معمولا خستگی بسیار زیادی دارن، به طوری که اصلا بیشتر اوقات واقعا فکر میکنن که اصلا جون ندارن راه برن و خیلی ناراحت کننده است. و واقعا بیماری متاسفانه من از موقعی که خصوصا در منطقه ولی تارزانا شروع کردم به پرکتیس، احساس میکنم که اصلا هرگز این اندازه در زندگی این بیماری که دچار یبوست شده باشه من واقعا ندیده بودم. ولی در اینجا به جرات میتونم بگم به علت اشکالاتی که داروهای بسیار بسیار زیادی که بیشتر بیماران گرفتن، خیلی این گرفتار شده. بعد اولا اگه که بخوایم بدونیم واقعا که چجوریه، باید تاریخ یه تاریخچه بسیار دقیق باید گرفته بشه. آیا از کی این شروع شده، چجوری بوده، آیا با عملی بوده، آیا با دارو خوردنی بوده، آیا با ضربه به شکم بوده، آیا با اعمال جراحی داخل شکمی بوده. به هر حال تمام این چیزها رو بایستی کاملا بایستی توجه داشت. از چیزهای دیگری که بایستی حتما به حساب پرچم قرمز رو میبره بالا اینه که آیا این افراد دایتاشون عوض کردن، رژیم غذاییشون عوض کردن، زندگیشون نوع دیگری شده، از یه سفر به جای دیگه، شما می‌بینید از یه جا به یه جای دیگه می‌بینید، معمولا این چیزا هست. آیا داروهای اوور دی کانتر، اینایی که همینطوری میتونیم بریم بگیریم از دواخونه، اینا از اونها بیشتر خوردن، آیا یه چیزای دیگری که مثلا با کمال تأسف خصوصا بعد بچه‌ها این سکشوال ابیوز که آزار جنسی به افراد میدن، چه برای خانوما و چه برای بچه‌ها و چه برای حتی آقایانی که در زندان‌ها کتک‌های زیاد خوردن و چیزهای زیاد خوردن، اینا هست. من یه چیزی الان اینجا یادم اومد که دوره‌ای که اوایلی که انقلاب من در ایران بودم و این شلاق زدنایی که به این جوان‌ها می‌کردن و با توجه به که در با هم وزارت بهداری هم مرکز پزشکی اینا با اونا آشنایی داشتم، یه زمانی شد که تعداد بسیار زیادی از افراد به علت اینکه شلاقایی که بهشون زده بودن و این خون مردگیایی که ایجاد شده بود، کلیه‌ای اینا از کار انداخته بود و این افرادی که کلیه انداخته بودن، تعداد بسیار زیادی دستگاه مجبور شدن تعداد زیادی دستگاه دیالیز ببرن، که اون موقع روی شاد باشه دکتر شیخ الاسلام‌زاده که وزیر بهداری که در زندان بود، اون درخواستش کرد و دوست بسیار عزیزم
که دانشمندی بسیار بزرگی هنوزم فکر کنم در ایران باشه، دکتر بهروز برومند که متخصص کلیه بودن، تعداد زیادی از این دستگاه رو برای زندان بردن. امیدوارم که این کسایی که دارن الان مردم شلاق میزنن و اینا بدونن جنایتی که در حق این جوانا داره انجام میگیره غیر قابل بخششه. شما فکر کنید که یه جوانی رو مجبور میکنه که در اوایل جوانی کلیش از دست بده و بیاد و دیالیز بشه، این بسیار بسیار جای تاسف داره. از چیزهای دیگری که فوق العاده چه در ایران و چه در امریکا، کسایی که از داروهای تریاکی، مواد تریاکی هر کدومشون میخواد باشه استفاده میکنن، و اینایی که افرادی که همش میرن میگن که کدئین بدین و نمیدونم اکسیکودان بدین و شخصی که من خدمتتون عرض کردم 2 تا 15 میلی گرم مورفین و روزی 2 تا 4 تام اکسیکودان استفاده میکنن که بسیار بسیار جای تعجب، در صورت که واقعا دلیل برای درد دلیلی هم نداشت، نه دردی داشتن نه چیزی داشتن، من نمیدونم چرا بهشون دادن، ولی به هر حال اینه که کسایی که مواد تریاکی و این داروهایی که استفاده میکنن اکسیکودان و اینا که مرتبا میرن در درخواست میکنن دکتر چرا اینه واسه من نمیرسی، چرا اونه نمیرسی. و یه چیز دیگری که من هفته پیش دیدم که بسیار بسیار برای من جای اصلا شوک شدم که اینطور جریانی بود، اینه که تعدادی از این افرادی که دارن هاسپس یه تشکیلاتی که در امریکا زمانی که کسی حالش خیلی خیلی بد باشه و بخواد بره بیمارستان، بخواد قبل از مردنش در راحتی بمیره، معمولا هاسپس براشون میگیرن. این هاسپس ها مرد سالمی اومد اینجا و گفتش بله من خب اینجا یه آقای اومد و گفت و فلان اینا و من میدونم، خب من بودن هاسپس بودم اگه چی مرضی داشتی؟ هیچی، رفتم اونجا خوب یه مقداری از دوای همه چیزا به ما دادن و خیلی هم خوب بود و فلان اینا، یه چیزایی هم به ما پول دادن. خدا رو شاهد میگیرم کسایی که دارین هاسپس دارین یا نمیدونم هوم هلت ایجنسی میکنین، شما توجه داشته باشین، شما عامل این بودین که تعداد زیادی از پزشکان بدبخت ما که با کمال حسن نیت برای شما نوشته بودن و از کار بیکار کردین، بدونین که احتمال خیلی خیلی زیاد اگر بگیرنتون، و بدونم این توجریانی زندانای بیش از 20 سال داره، کسایی که دارین این کسافت کاری و خانم و آقایونی که میان به شما میگن $500 هزار دار، من مطمئنم 99.9% ملت ایران و ایرانی این کار نخواهد کرد، هرگز انقدر اشتباه نخواهد کرد که به خاطر گرفتن یه چیز خیلی کمی بخواد بره و بگی که بله من دارم میمیرم علکی علکی که بخوام بخوابونن اونجا، که آقا روزی 3000 تومان 3000 دلار 4000 دلار پول بگیرن خانم یا آقا و به اینم مثلا یه 200-300 دلار 500 دلار در روز بدن که بله پول داشته باشه. خانم من توی تشکیلات بهداشتی درمانی امریکا میدونم و بودم که چطوری میان 7 سال 8 سال میذارن که شما قشنگ چاق بشین یه ماهی همچین که فر بشد بگیرن. شما چندین نفر از پزشکایی ما رو دیدین که بعدن که بسیار بسیار هم متمول بودن ولی بعدا در کنار خیابون در به حالت هوملس فوت کردن. والا خدا شاهده هرگز من در ایران هرگز اینطور چیزایی رو ندیده بودم. ممکن بود که از مثلا بیماری خود بیشتر چارج کنن، ولی این بسیار بسیار برای من وحشتناک بود که خواستم در این مورد یه چیزی رو گفته باشم خدمت شما. به هر حال اگر این که معمولا بایستی توجه داشته باشیم که یکی دیگه از اشکالاتی که در مورد یبوست ایجاد میشه اینه که آدما توالت ترینینگ نمی کنن. یعنی ببینین معمولا شما قاعدتا بایستی یه کاری بکنین که در یک ساعت معین این خود ریفلکس شروع بشه. بهترین موقع هم اینه که صبح اول صبح که آدم بلند میشه یه لیوان آب یکم با چیزهای مختلفی که بخوره که این راه بندازه، بعد بری بشینه. اگر که نشد دیگه بذاره تا فردای اون روز که این نظم و ترتیب کاملا ایجاد بشه و واقعا در این مورد چیزی نم اشکال نشه.
یکی دیگر از چیزهایی که خیلی خیلی لازمه که کسایی که یبوست دارن بگین تمام نوع غذایی که در میخورن، نوع کاری که میکنن، یعنی به حساب کاملا تاریخچه، یه دایری، یه دونه تاریخچه زندگیشون رو از صبح تا شب کامل کامل بدون درنگ بنویسن. و بعد بسیار این کار میتونه کمک بکنه که بفهمی که به چه صورت این جریان انجام میگیره. اگر این که در زمان در حدود 12 هفته یه کسی کمتر از 3 دفعه در هفته داشته باشه، اگه کسایی که مرتبت خیلی زور بزنن، اگه کسایی باشه که همیشه مدفوعشون بسیار خشکه و فوق العاده موقع خارج کردنش دردناکه، بسیار هم خیلی وقتا هم همینطور که عرض کردم اشکال چیز میکنه و خیلی از این مواقع انقدر این مشکله که تا زمانی که با دست با انگشتی چیزی نرن و نتونن اون تیکه رو کاملا تیکه تیکه بکنن، خیلی عذر میخوام، من واقعا چون اینجا بسیارم خجالت میکشم که این حرفا رو دارم به این صورت میزنم، ولی چون هیچ راهی دیگه نداره، شما در زمانی که این نمیشه و حالا بعدا در مورد درمانش خدمتتون عرض میکنم، فوق العاده مشکله و خیلی وقتا این کاری که انجام میگیره چون نمیدونن چی کار میکنن، این نوک این مدفوع واقعا مثل چاقو، مثل شمشیره، تقریبا خیلی وقتا روده ها رو سوراخ میکنه. خواهش میکنم، تمنا میکنم یه مقداری در این مورد حالا اگه بتونم توضیح بدم که چیکار میکنم. از طرف دیگه این که معمولا تقریبا یه چهار مواقع این افراد احساس میکنن که خب یه مقدار اومده باز مونده، بعد یه ساعت دیگه میخوان برن که تحقیق کنن، نمیشه و این بزرگترین اشکاله. و یکی دیگر هم این که احساس میکنن که اصلا اون قسمت اونجا چون مثل این که یه حالت چوبنبه یه چیزی گذاشته شده در اون منطقه کاملا بس کرده اونجا رو و این مسئله فوق العاده مهمه. خیلی افراد به خاطر این داروهای ملینی که میخورن، این لاکسیتیوایی که میخورن، خیلی وقتا یه دفعه میبینن که یبوست میشه، اسهال میشه. یادمون باشه اسهال یک نوعی از یبوست این کام، یعنی پدیده از خود یبوست، یعنی واقعا این دوتا خیلی با هم دیگه ارتباط زیادی دارن. این باشه نگاه کنین و کاملا بررسی کنین ببینید بیمار ایریتیبل بال سیندروم نداشته باشه، که این افرادی هستن که یا یبوست دارن یا اسهال دارن، شکمشون معمولا باد میکنه، درد میگیره، کرمپ های خیلی زیاد میگیره، معمولا شکم خیلی باد کرده و باز خیلی گاز خیلی دفع میکنن و موجب خجالتی و ناراحتی روانیشون هم میشه. توجه داشته باشیم که تشخیص بدیم که واقعا این به علت IBS کسی کانستیپیشن داره یا به علت مسئله IBS، بلکه خیلی مهمه که بین دوتا کاملا تشخیص داده بشه و ببینن. باید توجه داشته باشیم که اگر این که یبوست به معمولی باشه، معمولا وقتی تخلیه میکنه آدم احساس راحتی میکنه، دردی چیزی نداره، ولی اگه کسی IBS داشته باشه، حتی تخلیه هم که کرده، با کمال تأسف این درد و ناراحتی و کرمپ های مختلف رو داره. البته داروهای بسیار خوبی واسه IBS هم اومده که اگه فرصت کردم یه وقتی در مورد صحبت میکنم. چه داشته باشیم که اگر کسایی که اوپیود استفاده از این داروهای تریاکی و این چیزها، تریاک و مواد تریاک و این چیزها استفاده میکنن، یه اسکیل زیرو تو از 100 تا 100، یعنی اینکه باید ببینیم که واقعا بسیار بسیار مهمه که بدونیم به چه صورته و باید توجه داشته باشیم که کسایی که داروهای تریاک میخورن و اینا داروهاشون کاملا متفاوت با داروهایی که معمول میخوری واسه کانستیپیشن، این افراد از یه داروهای دیگه استفاده میکنن که فوق العاده گرونه. همین آقا برای یک ماه در حدود $1,600 فقط واسه 30 تا قرص داده بودن که متاسفانه اینقدر هم واسه بد بود که کار زیادی هم نکردن. اگر که بخواید واقعا بخوایم کاملا یه دونه
آدمی که کانستیپیشن داره میبایستی کاملا تمام فشار خون و درجه و حرارت و وزن و قد و بی ام آی و هر تمام این چیزا کاملا باید گرفته بشه. شکم باید کاملا معاینه بشه که نکنه یه دونه اسکار سرجری داشته باشه، چون خیلی وقتا ممکنه که این چسبندگی هایی که در داخل شکم این باشه بتونن این مسئله رو ایجاد گرفتاری بکنن. از طرف دیگه کسایی که روده هاشون هایپو اکتیوه، یعنی چی؟ مثلا موقع جراحی که میکنن روده فلج میشه، خیلی افراد این هایپو اکتیو یعنی کم کار میشه، روده کم کار میشه و بعد که اینو نگاه میکنیم، یعنی وقتی که میذاریم اینو گوش که میدیم صدایی شنیده نمیشه از غرغر داخل شکم، اینو بهش میگن هایپو اکتیو. از چیزهای دیگری که هست یعنی که دست میزنی یه دفعه اینو میپره، این تندرنس یا وقتی که اینجوری به شکم میزنیم بیادم بالاتر، این البته بالا این قفسه سینه منه، ولی به شکم که میزنیم یه دفعه میپره بیمار. این یکی از چیزهایی که بایستی خود بیمار هم میتونه. و بعدم اگه قشنگ کسی واقعا خوب معاینه بکنه، خیلی وقتا ممکنه یه توموری اونجا باشه که این تومور رو بتونه احساس بکنه اینا. اگه خانم هستن که حتما باید یه معاینات زنانگی انجام بگیره که احتمال اینکه رحم افتاده باشه پایین یا اینکه خود این رکتوسل یعنی اون قسمت مقعد اینا افتاده باشه اینا هم وجود داره. معمولا افرادی که یبوست دارن باید حتما رکتال اگزام بشن، یعنی از یه معاینه با انگوش حتما انجام بعد بگیره که کاملا بررسی بشینه آیا هموروئیدی هست، آیا یه مقداری مشکلی وجود داره در اونجا، تودهی وجود داره، آیا فیشر داره. مثلا قشنگ نگاه کنید بین از این که فیشر یعنی که یه مقداری از روده قسمت اونجا ترک خورده و یه حالت باز شده عجیب غریبی که بسیار ایجاد اشکال میکنه. حضورتون عرض کنم که خیلی وقتا نگاه میکنیم ببینی که قسمت اون کف داخل شکم داخل پلویک، قسمت پلویک آدم اون قسمت متاسفانه شل شده که اونم هست. از چیزهای دیگری که ممکنه که ایجاد گرفتاری های یبوست و اینا بکنه بیماری های عصبیه، اینایی که فلج میشن، اینایی که بیماری های مختلف عصبی دارن متاسفانه این افراد کاملا گرفتاری دارن. این بایستی آدم به فکر بیماری های دیگری هم باشه که واقعا باید نگاه کنیم ببینیم که آیا چه بیماری های دیگه ممکنه باشه که گرفتاری داشتی بیمار. کاملا بایستی اندوسکوپی کولونوسکوپی بیمار انجام بده، بایستی کاملا یه آلتراساوند بعد انجام بگیره، حتی اگه لازم شد چیزهای دیگه باید بشه. یکی دیگه از عواملی که ایجاد یبوست میکنن و بسیار بسیار هم زیاد است بیماری های هورمونیه. بیماری های هورمونی که میتونن که ایجاد یبوست کنن، مرض قند خیلی این کارو میکنه، بیماری کمکاری تیروئید این کارو میکنه و کمکاری پرکاری پاراتایروئیدیسم، اینا هم از بیماریایی که هستن. از چیزای متابولیک دیزوردر از بیماریه که ایجاد هست برای کسایی که بیماری مزمن کلیه دارن، کسایی که حضورتون عرض کنم بلری همونطور که عرض کردم کلسیم خونشون بالا میره، کسایی که پتاسیم خونشون پایین میفته، کسایی که مگنزیوم خونشون هم پایین میفته، اینا کسایی که یبوست دارن مگنزیوم بخورن، حالا اونا البته پیش میرسن. یکی دیگه از چیزهای دیگه که هست اینه که مکانیکال ممکنه باشه، یعنی ممکنه واقعا یه قسمتی از روده بسته شده باشه یا به علت تورم شدیدی که در روده ایجاد شده باشه، یا مثلا اگر ایسکمیا یعنی کم یه قسمتی از روده بزرگ خون بهش نرسه، این طبیعتاً یه حالتی میشه که جمع میشه و اون مشکل بزرگیه و این اشکال داره. از بیماری های عصبی هم که خدمتتون عرض کردم و یکی دیگر از چیزهایی که هست ممکنه که سنترال باشه، یعنی که
از مغز این اشکال باشه، یا اینکه به علت مثلا مرض قند و بیماری های دیگری از این پولینوریتا چیزا باشه، نوروپاتی ها باشه، از قسمت های نوروپاتی باشه. پرگنانسی خیلی وقتا به خاطر که این بچه به هر حال جلوی قصیه جلوی به حساب رد شدن مدفوع رو میگیره، این گرفتاری داریم. بیماری های روانی فوق العاده توی جریان گرفتاری ایجاد میکنن، کسایی که دیپرشن انگزایتی دارم همطور که عرض کردم، در مورد ابیوزا به خصوص در مورد اطفال وحشتناکه، یعنی واقعا به خاطر ابیوزی که شدن دیگه اصلا جرأت این که بخوان مطبوع بکنن ندارن، به دلایل یه مقدار خیلی زیادی اشکالاتی که داشتن. بعد بیماری های مادرزادی داریم برای اینا، که البته اونها یه چیزایی که دیگه خیلی زیاد. ولی چیزی که مهمترین مسئله که خدمتون میخوام عرض کنم و میخوام لیست و کامل براتون بخونم، داروهایی که ایجاد یبوست میکنن و فوق العاده هم زیاد میکنن. عرض معذرت. یکیش همینطور که عرض کردم بیماری های اوپیوده، تریاکا. تمام این موادی که استفاده میشه بدون استثناء وحشتناک یبوست میدن، و این یبوست چیزیه که اگر درمان نشه به واقعا از خود شاید هم این که دارم میگم از خودش بیشتر نه، ولی کمتر از اون ضرر رو چیز نمیکنه. بیماری های ضد افسردگی که تریسایکلیکن، که یه نوع داروهای مثل امیتریپتیلین از اون چیزهایی که استفاده میکنن که خیلی هم استفاده میشه، اینا زیاد انجام میدن. تمام داروهایی که واسه بیماری هایی که بیماری خیلی شدید روانی دارن و گرفتاری هایی که متاسفانه هست که استفاده میکنن، برای اونام همه هست. کسایی که از این آنتی اسیدا میخورن، مرتب مایلاکس میخورن، مایلانتا حالا مایلانتا البته خود بهتر کمتر یبوست میده، ولی نیلاکس و اینا هستن. داروهای نایفدپین و وراپامیل که برای فشار خون میدیم، اونا حتما یبوست میدن. آهن، مالتی ویتامینایی که آهن داشته باشن، تمام داروهایی که برای دفع آب استفاده میشن مثل همین دایزاید، تایزاید، فورسماید، اینا همشون لیسیکس و اینا همه این کاری میکنن. و به اضافه یکی دیگه از چیزهایی که از اون ور میشه، کسایی که یبوست دارن یه دفعه شروع میکنن به مقدار خیلی ببخشید چیز دارن، دایریا دارن، اسهال دارن، این افراد اینقدر دوای ضد اسهال میخورن که کاملا اصلا به مقدار خیلی زیادی براشون اشکال میشه. بایستی تمام چیزهایی که عواملی که وجود داره بررسی بشه، تمام این آزمایشاتی که لازمه انجام بگیره. فقط به این که یبوست دارن دوا بگیرن خانم و آقایون نکنین. اگر شما عامل اصلی یبوستتون رو پیدا نکرده باشین، روز به روز بیشتر داری لازم دارین که بتونی یبوستتون رو بهتر بکنین. من از شما استدعا میکنم که اگر که یه اینطور چیزی برین و پزشکانی که برن بیس این کار رو بتونن براتون پیدا کنن، اگه گفتن این کار رو انجام بدین، برین انجام بدین، برای که بایسی بفهمین به چه دلیلیه که شما یبوست دارین. لیست داروهاتون رو مثلا اغلب افرادی که من میبینم یه لیست میارن 4 تا 5 تا دوا داره، وقتی بهشون میگه که دواتون رو بیاری میبینی یک کیسه به این گندگی آوردن و همه اینا رو دارن استفاده میکنن. من استدعا میکنم یک چیزی رو عادت کنین. هر وقت خواستین بریم پیش دکتراتون، هر چی دوا دارین ببرین واقعا بریزین اونجا. اگه خود دکتر وقت نداشته باشه، لااقل نرسا بشینن اینا رو نگاه کنن، اون کسی توش یادداشت بکنه، شاید روزی روزگاری دکترم چشش به اونا خورد و دیگه چیز نکنن به حساب، یعنی به احتمالی زیاد اغلب پزشکا نگاه میکنن. ببخشید من که گفتم. آزمایشات خون باید کاملا انجام بگیره، آزمایشات تاکسیکولوژی برای سمشناسی این چیزا، و به خصوص برای تشخیص اینکه آیا بیمار از این اوپیودا انجیز چیزا استفاده میشه. در تمام کسایی که کانستیپیشن دارن باید داده بشه، که اون که میگه نه من از این چیزا نمیخورم، من نه دوا نمیخورم، من تریاک نمیکشم، من فلان نمیکنم، ولی
وقتی شما یه آزمایش ادرار میدین میبینین که کاملا هستش. بعدش باید آزمایش خون کامل باید بشه، کلسیوم و گلوکوز و تیروید تست و هیستوری اگزم و ببینیم که مرض قند داره نداره، چه بیماری، یعنی واقعا یه آزمایشات کامل کامل برای این افراد معمولا وجود داره. و اگر که بخوایم در این مورد بدونیم که چه کاری باید انجام بشه، بیماران یبوستی رو اگر فالو نکنید، فقط یه دوا بهشون بدیم بگه خیلی خوب بگیر این دوا رو بگیر و برو، و معمولا مطمئن باشید که این بیمار هرگز خوب نخواهد شد، چون مرتب این دارو رو تکرار میکنه و روز به روزم بدتر میشه، روز به روز میبینه که این کار نمیکنه، باید بیشترش کنه، بیشتر کنه، بیشتر کنه، و این یکی از مهمترین چیزهای مهمه. یه چیزهایی که واقعا اگر که بکنن که من نایدم خیلی ها این کار بکنن، یکی آنورکتال مانومتریه که یه تست مخصوص بازش میکنن، یکی بالون اکسلوشن تستینگ، سرفس الکترومایوگرافی، باریوم و مگنزیت رزونانس، باریوم میدن و ببینن چطوری تخلیه میشه، و یا اینکه با یه سری با چیزایی میدن که عکس بگیرن ببینن چطوری این مو به حساب مومنت چطوری، پریستالتیز چطوره. بسیار بسیار مهمه. به هر حال حالا اونا چون خیلی اختصاصی، من میرم بابت این که اگر این که کسایی که یبوست دارن بایستی به این چیزا بایستی توجه داشته باشی، آیا گاز میگیره یعنی بلوتینگ داره، آیا ناراحتی داره دیسکامفورت، آیا فشار زیاد میاره، آیا این که داروهای دیگری استفاده میکنه که موجب این کار شده، اگر بعد از عملهای جراحی باشه، بعد از زایمان باشه، بعد از کسایی که امروئید داشته باشن، کسایی که فیشور داشته باشن، شقاق یادم آمد، یا کسایی که بیشتر از حد معمول از این داروهای که برای یبوست میخورن از اوور د کانترا، اینا بایستی کاملا مشخص باشه. اگر این که بیماری که کاملا ایمپکتده و واقعا نمیتونه خودش، اگر دم دست نبوده استدعا میکنم که حتما اینو ببریم به یه جایی که درست انجام بگیره که یه دفعه اشکال بزرگ ایجاد نشه. حضورتون عرض کنم که برای اینکه ما درمون بکنیم، اول باید علت یبوست رو از بین ببریم، یعنی واقعا ببینیم چه دارویی، چه چیزی داری میگیریم. مقدار زیادی خوردن آب و مواد آبکی زندگیمون رو بیشتر بخوریم تا اونجایی که میتونیم از این کار رو بکنیم، تا اونجایی که ممکنه از این فایبرها، از این چیزهایی که در آب حل میشن به حساب که اونایی که کاملا وقتی میزید تو آب کاملا حل شده باشه، اون یک چیزی که بسیار بسیار 25 تا 30 گرم در روز هر کسی بایستی فایبر استفاده بکنه. همطور که عرض کردم، یکی از بزرگترین چیزهایی که کمک میکنه به همه شما اینه که سعی کنین سر یه ساعت بشینین و سر اون ساعت سعی کنین که سعی کنین، اگه نشد باز بذارین در همون ساعت فردا، باز بعد هی مرتب نرین دستشویی بیان، برای که اون بدتر میکنه. اون یکی از گرفتاری خیلی بزرگه که واقعا به نظر من اجده. اگر این که اکسرسایز، یکی از چیزهایی که فوق العاده میتونه کمک به شما بکنه اینه که اکسرسایز کنه. اکسرسایز کردن کار بسیار زیاد، کمک بسیار زیادی که به شما میکنه اینه که عضلات یواش یواش، عضلات شکم و اینا قوی تر که باشن، فشار بهتر میتونن انجام بدن و فوق العاده کمک میکنه. اگر این که تا اونجایی که ممکنه انما که استفاده میکنه، از اونایی که سدیم فاسفیت انما، اونایی که میگن سدیم فاسفیت انماست، به خصوص در افراد مسن استفاده نکنه. خب از اینایی که اوور دی کانتر طبیعتاً تعدادشون اینقدر زیادن که حساب نداره. تعداد داروهایی که هستن، چندین نوع دارو داریم، یکیشون اونایی که بهشون میگن آسماتیکه
که همین داروهایی مثل میرالاکس، مثل لاکتولوز، حضورتون عرض کنم مثل سوربیتول، اینا اینا از اون گروه هستن. بعد میایم اونایی که هایدروفیلیک کلید بشه میگن که بالک فورمینه، اونا آسماتیک بود، اینا بالک، یعنی یه چیزی که سعی میکنیم روده رو به حساب حجم زیاد کنه که روده رو بتونه فشار بده و این مقداری به حرکت بیشتر در بیاره. یکیش کانسیل متامیوسیل پردیوم، اینا چیزایی هستن که 3.5 گرم فایبر در 8 اونس آب بعد بریزی 3 دفعه در روز. 3.5 گرم از این اگر بخوایم بخوریم، 3.5 گرم 8 بار. از داروی دیگرش که هستش سیتروسل که اون 2 گرم در 8 اونسه، میترولان فایبر کانه، من نمیدونم اینو در ایران باشه نباشه، اون چیزی که بیشتر در ایران، من واقعا این برنامه بیشتر برای عزیزانی که در ایران هستن و من به زودی شماره رو خدمتون عرض میکنم که اگر کسایی که خواستین تماس بگیرین، هر وقت خواستین زنگ بزنین و اگر شماره بذارین من حتما زنگ بزنم. عزیزی زنگ زده بود که خب من میخوام با شما صحبت کنم و چقدر ملت ایران، ملت عزیز ایران، انقدر ما بهشون مدیونیم که اگر هر چی داریم و نداریم از اون ملت داریم، که هر وقت هر زمانی که داشته باشن و اگر کسایی که باشه و اگر واقعا اگر قدرت اینو داشته باشن که بتونن جواب همه رو بدن، مطمئن بدین بدن و به زودی یه شماره مخصوصی رو مربوط به فقط و فقط برای ایران من میذارم که این کار انجام بگیره، که شاید هم اصلا اگر بتونم شماره رو داخل ایران براتون بگیرم که اگر خواست هر وقت خواستین صحبت بکنین دیگه پولی نخواهین بپردازین یا چیزی نخواهین بدین که این کار انجام بگیره. امیدوارم که حالا با کسایی که اینو بلدن صحبت کنم، که از عزیزانی که به خصوص در دوستان بسیار عزیزم که در رادیو تلویزیون هم میدونم که خیلی از این افراد ممکنه که یه اینطور امکاناتی رو برای عزیزانی که میخوان تماس بگیرن برشون داشته باشن، شاید از اونا بتونم انجام بدم. از چیزهای دیگری که بسیار بسیار داروی مثبتی و خوب، من خودم خیلی دوستش دارم، این سدیم چیزهای سدیم چیزهاست که داکوسیته، داکوسیت خیلی خوبه، داکوسیت سدیم این دوایی خیلی خوبیه. بعد مینرال اولا 15-45 سی سی ما میگفتیم، یا آره سی سی دیگه فکر کنم ایران هم میگفتیم سی سی، آره 45 سی سی در روز میتونن استفاده کنن، ولی باید توجه داشته باشین که چون 2 دقیقه مونده، اوکی، حضورتون عرض کنم که اگر ما این مینرال اویلا رو نمیتونه مرتب استفاده کنه، بلکه اینا تمام ویتامینایی که داخل چربی حل میشن و از بین میبرن و ایجاد اشکال بزرگ واسه ما میکنه، اینا بسیار مشکله. شیافایی که اصلا خب لوبریکانت مثل گلیسرین خیلی اون واقعا خوبه، گلیسرین یه چیز خیلی خوبیه و یکی از دوای خیلی خوب آمیتیزاس که متاسفانه خیلی گرونه و اینجا نمیدن به بیماران. از طرف دیگه داروهای دیگری که داریم، من لینزس که در اینجا خیلی داره استفاده میشه، و حالا یه چیز دیگری من خدمت عزیزان بگم که بسیار فکر میکنم شاید اون بیشتر کمک، کسایی که یوبوسات دارین از این کاندومایی مثل چیزایی که برای انگشت بگیرین، بعد مقدار زیادی یا وازلی یا یک کرمای هر چی کرمی که هست کاملا بذارین تو اونجا، برید انگشت برید تو، شاید بتونین اون نوکی که خیلی سفت رو بگیرین و این خودش کمک میکنه که بیاد. برحال امیدوارم که همگی خوب و خوش و سالم و سرحال باشین تا شماره، تا دفعات آینده اگر عمری باقی بمونه در خدمت شما خواهیم بود. شب و روز همگی شما عزیزان بخیر، بخشی از شما برمونه.